سلام، امیدوارم که خوب باشید. اینجا کوکتل منم آرام، هم اومدیم با یه رپ حواشی دیگه و میخوایم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی اگه کانال رو سابسکرایب نکردید مطمئن باشید که ساب کردید، و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، و اگه حال نکردید دیسلایک کنید، و دلیلی که حال نکردید و بنویسید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه پارسالی بی سری استوری گذاشت و به هر حال درباره این بود که بهش گفته بودن برو با تتلو همکاری کن، این داستانی یه سری صحبت‌ها رو کرد که با هم گوش میدیم. آقا یه سوال برام پیش اومده بود راجع به امیر تتلو، که خیلیاتون میگید آقا برو به مدیر برنامه‌اش مسیج بده باهاش کار کن، با این نمیدونم فلانی صحبت کن، گفته با جیدا کار میکنه. یه مسئله هست این وسط، شما که دارید اینو به من بگید، تا حالا به این فکر کردید که چرا امیر تتلو یه خواننده به این خوبی، به این خفنی، حالا کاری با رفتارش و مدل حرف زدنش ندارم، به نظرتون چرا الان توی این حالته؟ چرا باز حالش خوب نیست؟ چرا هرچی پول در میاره، هرچی کار میکنه، چرا این اتفاق براش میفته؟ تا حالا شده بهش فکر کنید که چرا بعدید برای همچین خواننده به این خوبی از این اتفاق بیفته؟ امیر تتلو رو خیلی جا من ویدیوهاشو دیدم، خیلی هم مثلا یه جا داشت تتو میزد، لباسشو میپوشید جلوی خانم اینا. ببینید اگه میبینید آدمو تغییر میکنن، یهو یه حرفای میزنن، 100% برمیگرده به رفیقایی که دورتونن، به آدمایی که دورتونن، اونان که به شما رو حواسشون هست که وقت مثلا خرابکاری نکنید، یه وقت اتفاقی واسهتون نیفته. امیدوارم دورش آدمای خوب باشن همیشه، کسایی که واقعا رفیقشن و بهش میگن آقا مثلا حواست باشه، اینجوری کن، میدونی حواسشو داشته باشن. امیدوارم شما هم هوای دوستاتون رو داشته باشید و رفیقای واقعیتون رو قدرشون رو بدونید. سالوم MC که یکی از رپ‌کنای قدیمی خانم ما هست، با یه استوری اعلام کرد که هر کسی که میتونه به لهجه‌های مختلف رپ کنه حتما نمونه کار با ترجمه براش بفرسته که میخوان یه کاری رو با هم جمع کنن. سپر خلصه یه استوری گذاشت که خیلی زود پاک کرد. به نظر میاد منظور این استوری با پارسالیپه که میخواد ترک مگاهیتو پخش کنه که دیسی هست به جی جی و خلصه، و اونجور نوشته بود این جوجه موجایی که میخوان منو دیس کنن از درون یا به صورت پنهان عاشق منن در اصل، و اینجوری نوشت و خیلی زود پاک کرد. کوروش وانتونز هم یک استوری گذاشته، نوشت اول همیشه مای ما آره کثیف بازی، و بعد نوشت هرکی که پلی نمیشه میندازه گردنه رادیو جوان. یه حواشی که بود، خیلی ها میگفتن که آقا این کاور ترک تا یه جا از برحال شایه و مهیار و دانیال که از لیبل اصلی هستن، اسکیه ها برحال میگفتن شاید دزدی کرد و این حرفا. صحبتی که هست، ببینید خیلی وقتا وقتی کسی که حالا داره یا بیتو پرودوس میکنه یا داره کاور آرتو طراحی میکنه و میده به خواننده ها، ممکنه که لایی بکشه و یه کارایی بکنه، و خب عالم دهر نیست اون به هر حال آرتیست و همه طرحا رو که ندیده، و ممکنه از دستش در بره. پس اگه این مشکلا رو میبینید، بعضی وقتا 100% تقصیر خود آرتیست نیست، و اینجوری که بگیم مثلا خود آرتیست دوزی کرده زشته. و خب تیه استوریایی که جعفری گذاشت که میبینیم، و سخنی با طراح به هر حال اون طراح فیک اون کاور داشت، و همونطور که از این بحث معلومه به دروغ گفته بوده که آقا من اینو طراحی کردم و بعد فرستاده بوده و بچه‌ها گذاشتن برای حمایت از برحال آرت ورکرها، این کارو گذاشته بودن. یه نکته جالبی که هست، اون پسر آرت ورکری که داره اونجا حرف میزنه میگه من چون خیلی دوست داشتم کپی کردم، اگه ایرانی نبود، یعنی اگه یعنی نمیدونم، میگه نمیدونستم ایرانی بوده، اگه ایرانی بوده نمیذاشتم. یعنی چی آقا؟ مگه طراح نیستی؟ مگه استعداد نیستی؟ خارجی ایرانی دارم، اگه کپی چرا میکنی؟ کسی که طراحی کپی میکنه بعدم میگه من عاشق شایعم و اینا، داری آبرو شایعه رو میبره. اینو دارم میگم به طراحا یا حالا پرودوسرای جدید، اینو کپی کردن و این داستانا خیلی کار چیپیه، و با این کاراتون دارید یه کاری میکنید که اون مستعدا جا براشون کم باشه، اعتماد کم باشه، بعد دو روز دیگه هم میگن چرا فلانی حمایت میکنه، چرا فلانی حمایت نمیکنه. نکنید این کارا رو، واقعا یه سری کارا رو آدم از مخاطبا و استعدادها میبینه. اون از کسایی که رفته بودن به هر حال
تو مسابقه ای که گذاشته بود کوتک شرکت کرده بودن و آهنگ خودش رو فرستاده بودن، اون از اونایی که رفته بودن با کوبون و براش آهنگ شمعی زاده فرستاده بودن برای آهنگ زاده. نکنید این کارا رو، این کارا نه از باحال نه خنده داره نه هیچی. اینو هم این کاری که حالا این طرح کرده که دوزیه و کارهای دیگه ای هم که تو این کار میکنن خیلی مسخره بازی. آقا استعداد داری برو، نداری بشین سر جات، اصلا موازی. خب جعفری در نهایت یه استوری گذاشت و اون کسی رو که طراح اصلی این به هر حال عکس بوده و عکاس اصلی این عکس بوده رو تگ کرد که کارش درست بود و معذرت خواهی کرد از همه کسا و گفتش که نمیدونستیم اینجوری بوده و اونم گفتش که دیگه شاید حمایت نکنن از این اشخاص که به هر حال به ضرر خودشون تموم میشه. یه داستان دیگه بود بعد از اینکه جیدال ورسش تو آهنگ گمرک از آلبوم انگیزه رو پخش کرد و به هر حال گذاشت روی صفحش به صورت یه فری استایل، میناکینو به خودش گرفت و چند تا استوری گذاشت. اول نوشتش که بالاخره جیدال جواب داد و بعدم هی یکم مسخرش کرد و گفتش که عید قربون به هر حال جیدال رو سرش نبرین و این داستانا. دوباره طبق معمول همیشه که هر اتفاقی میفته میپره به جیدال، باز پرید به جیدال و جیدال خب بالاخره یه واکنشی نشون داد اما غیر مستقیم و خب خیلی‌ها میگفتن دیسه و جواب اون داستان‌ها. یه سری استوری گذاشت جیدال که با هم میخونیم. این ویدیو فریستایل آخر دیسترک نبود، این آهنگ مال آلبوم بچه هاست، ربطی هم به کسی نداره، واقعا میدونم عشقشو داریم ولی متاسفانه این همه تیتر زرد و علکی زدیم، این ویدیو رو اینطوری به دل گرفتیم، اگه واقعا دیس کنم یکیو چی میگین؟ من اگه یه روز واقعا بگیرم روی یکی باید تیتر قرمز بزنین، زرد دیگه فایده ای نداره. و در آخر نوشت من فقط دو بار دیسترک دادم واقعا که از آخری 3 سال میگذره حداقل. خب یکیش به آرتا بود، یکیش به علی قاف، یکی اسمش مشقی بود ترک، یکی هم اسمش کجای شهری بود اگه اشتباه نکنم. این میکسیپو هرچی هم که شنیدین این چند وقته واسه من دستگرمی و دوستانه بوده، دوره هم تمرین کردیم، شما هم سرگرم شدید، برای ما که اینجوری بوده. اگه جدی باشه ماجرا خیلی فرق میکنه. من اینجوری به هر حال جوابهای خودش رو داد و گفتش که به هر حال خب دیس نبوده به حالا ویناک یا هر کس دیگه و حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه، چون یه خبرم داد ویناک قراره مثل که دیس کنه و به زودی میاد. حالا باید ببینیم جواب اینا یا میده جیدال یا نه. یه پستی سینا سایی گذاشت و زیرش یه چیزایی رو نوشت. نوشت دیسبازی از این سه حالت خارج نیست. یک، فکر میکنی طرف از تو بهتره پس تو در جایگاهی نیستی که بخوای چیزی بهش بگی. دو، فکر میکنی تو از طرفت بهتری پس اون در جایگاهی نیست که بخوای چیزی بهش بگی. سه، فکر میکنی طرفت تو سطح خودته، حواست باشه که ممکنه تو هم اشتباه اونو انجام بدی. استثناء اون بیادب هم که بیادبی میکنه یه روز میفهمه نمیکنه، ولی بهترین جواب بهش فقط ارائه یک موزیک خوب و کسب اعتبار ولا غیر. و خب این سخنی بود که داشت و حرف که زد، حالا نظرتون چیه در این مورد؟ بنویسید حتما میخونیم. سوهی سوربم یه توییت گذاشت و اینجوری نوشت قبلا یه پولی میگرفتن رپرها به عنوان حق نظارت تو استودیو، بعدها از این قضیه کلاهبرداری هم کردن یه سری. حالا منظورش که مشخص نیست ننوشته، حالا باید ببینیم در ادامه آیا چیز دیگه درز میکنه یا حرفای بیشتری میزنن که بتونیم به هر حال پیگیرشیم و ببینیم داستان چی. اشکان فدایی هم با یه پست به این شکل عکسی از خودش منتشر کرد که در حال نشون دادن عکس 80 و یا آرم ملتفته که با دست اینجوری نشون میدن و این نشون میده که اون شایعه هایی که بود در قبال اون داستانی که هیچکس همه رو آنفالو کرده بود و همه میگفتن که ملتفت پاچیده رو داره رد میکنه، میگه همچین چیزی نیست. خب آلبوم فدایی هم در راهه، باید ببینیم که آیا هیچکس و قافم توش هستن و به هر حال دیسترک توش هست و این داستانا یا چی، بعد به هر حال منتظر باشیم ببینیم. اما این عکس یا میتونه دلگرمی باشه برای هوادارهای ملتفت که خبری از پاچیدن ملتفت نیست. یه داستان دیگه که این چند وقته هست و خیلی ها برای خیلی ها سوال و عجیب غریبه اینه که امیر تتلو سایت بد زد. امیر تتلو که قبلا همیشه اینا رو نقد میکرد و خیلی جاها بعد میگفت از این سایت ها، خیلی وقتا میگفتش که اگه اینا قرار باشه شما ببرین اینجوری اینجوری، کلی حرف زده بود با حسین توئی سرش درگیر شده بود و و و و و خیلی داستان های دیگه. اما حالا میبینیم که بت زده و داره تبلیغشو میکنه. یه داستان جالبی که هست، همه اونایی که قبلا بت داشتن گذاشتن کنار، اونایی که اون زمان میگفتن شما چرا بت دارین، حالا خودشون زدن تو کار بت، اصلا یه چرخه ای مثل که رو افتاده، همه یه دور یه پولی درارن. حالا باید ببینیم داستان چیه. و یه صحبتی هم که هست، همه سایت های بتو با یه چوب میزنن. چرا؟ چون یه سری ها مثل نمیدونم بهادر فلان و داوود ایکس و این داستان ها، داوود آفتابه و این حرف ها اومدن و
یه سری دوزی موزی ها رو کردن و دیگه اسم خیلی از سایت ها هم بد در رفت. بهتره که همینا رو با چوب نزنیم. اینا هم سیاست های خودشونو دارن و اگه میخواین برین تو اینا بازی کنین، اولا که مثبت 18 سال باید باشید، با کارت مامو باباتون نرید، و اینکه اینم مد نظرتون باشه که شما اون تو غالبا و چی میگن کلی نباید ببرید. اینجوری باشه که فکر کنید تا برید تو بردید، اصلا همچین داستانی نیست. اگه قرار اینجوری باشه که پولی خود سایت بت در نمیاره و خودشون هم ورشکست میشن، اونا عاشق چشابرو ما نیستن که بیان به ما پول بدن، و به هر حال شما باید 10 دست ببازی یا 10 حالا ببری، و یه سری الگوریتمای خاص خودشون رو دارن و حالا از لحاظ دینی هم بعضیا میگن فلان و این داستان ها. پس اینا رو با هم قاطی نکنید، نه اون سایت دزدا رو با حالا سایت هایی که دوز نیستن، و اینکه فکر نکنید که همیشه تو این سایت ها باید برد. حالا اینو به اون مخاطبای میگم که آگاه نیستم، به هر حال حواستون باشه قبل از اینکه بخواید بازی کنید حتما اطمینان حاصل کنید که اولا فیشینگ نداره، درگاه اعتباریش درسته، حتی از گوگل ببینید که آیا تایید میشه یا نه، بعد برید سراغ بازی کردن و اینا و تمام سرمایه‌تون رو نذارید. خب این بود صحبتی که داشتم، امیدوارم که این سایت های بت حالا به نوعی باشه که دیگه اون داستان قدیم نباشه و ببینیم که دیگه چه جوری پیش میره. دیگه صحبت دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و آرزومندم که همیشه حالتون خوب توپ عالی و بوم باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.